این از آخرین عکس‌های محمدجان شکوری بخورایی، دانشمند و منقد معروف تاجیک است که پس از تبابت در فرودگاه تهران گرفته شده است. این دانشمند تاجیک عضوی وابسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی بودند و با کمک رئیس این فرهنگستان شکوری در ایران تبابت می‌گرفت. استاد را در یکی از بهترین بیمارستان های تهران، بیمارستان مهر، اونجا بستری کردند و بهترین پزشکان، بهترین پرستاران ایشان را معالجه میکردند. هر وقت میرفتیم دستشون یا عینک داشتن زیر مطالعه بودند یا چیز میخوندن یا بحث با شاگرداشون بحث میکردند. محمدجان شکوری از پرکارترین منقدان و زبانشناسان تاجیک است که بیرون از تاجیکستان در کشورهای فارسی زبان شناخته بود و آثارش در این کشورها آموزش می شود. نقش او در رشد زبان و ادبیات تاجیک و در تحقیق دیگر دانشمندان این بخش مهم ارزیابی می شود. شکوری در زبان خودش در میدان ادبیات، زبان، لغت به یک نوع وظیفه حکمی داشتن. اگر حاضر همین چیزو به یک ورق زنید بینید، در همین دوره هایی که مثلا شروع و میکردن، قریب یکان اثری که در باره زبان باشد، در باره ادبیات باشد، در باره لغت باشد، به شرکت و سروری شکروف چون نشده است. محمدجان شکوری یکی از مؤلفان فرهنگ زبان تاجیکی است که در سال 1969 به نشر رسیده است. او در پژوهش زبان تاجیکی و کاربست هر روزه آن زحمت فراوان کشیده و اثر علمی را عنوانی هر سخن جای و هر نقطه مقام دارد را آفرید. شکوری این اثرش را در میان ایجادیات بیشمارش بهترین کتاب میدانست. من پرسیدم از معلم که معلم شما این قدر کتاب درباره ادبیات نوشتید و این یک کتابتان از همه اونها بالاتر دانستید. گفتند که مسئله زبان، گفتند مسئله هستی ملت است. گفتند که زبان این شناسنامه ملت است. عنصر اول ملیت همی زبان است. در داخل این اتاق خرد پژوهشگاه زبان و ادبیات، محمدجان شکوری 60 سال عمر خود نشسته و مسئله های زبان و نقد ادبی تاجیک را تکمیل کرده است. این زحمت های ماندگارش نتیجه آن شد که او همچون یکی از مؤلفان قانون زبان تاجیکی در سال 1989 پذیرفته شد. 4 نفر خیلی صحبت کردیم تا آمدن معلم شکوری و اولوزاده در آمده گپ گفتند که اصلا نقد ادبی مو نقد کسبی نبود تا چند سال اخیر. همین محمدجان شکوری با نقد یک جدیت، یک کسبیت وارد کرد و نقد ما شکل گرفت. شعر پدرم صدر زیو در تولد بنده گفتند یک ربایی دعای کردند و دعا هم اینجا هست و اون دعا ماده تاریخ شده است. این تازنی حال سبز پربر بادا در باغ حیات تازه و تر بادا در وقت تولدش که بود اختر سعد کردیم رقم که سعد اختر بود.
سعد اختر بودو ماده تاریخ است که سال 1343 قمری خواهد بود و این میلادی ما 1925. پدری محمدجان شکوری شریفجان مخدوم صدرزیو نویسنده تاجیک بود که تا زمان انقلاب اکتبر در امارت بخارو قاضی بوده است که بعداً در زندان شوروی فوتید. محض همین شغل پدر با شکوری در زمان شوروی گفتمانهای نیز داشته است. همه خیلی حالت ها بود که بعضی ها گویا که تنه میکردن معلومه که این مردمی که از کمبغل ها نیست و بنابراین این پسر قوزیکلان که هست این به چندان باوری کردن هم نرکرده. همچنین سر و صداهایی بود که در زمان استقلالیت نیز برخی همتاها شکوری را زیر فشار می گرفتند. اما شخصا در یک ملاقات رئیس جمهور با شکوری از نزدیک ملاقات کرده است که بعداً ناتوان بینانش از شکوری دست برداشتند. ولی برخی دیگر از همکارانش می گویند شکوری تا آخرین روزها برای برخی گروه ها رد معرکه بود. شکوری پس از تبابت در ایران ماهی آوگوست سال 2012 به دوشنبه برگشت. ولی مریضی علکی کار خود را کرده بود. تقریبا یک ماه پس 16 آوگوست سال 2012 در منزل زیستش فوتید. جنازه او را در آرامگاه لوچوب پهلوی دیگر بزرگان ملت تاجیک به خاک سپردند.